خدا بریم ادامه کارم. خب لوکال هاست اگه اشتماع کنم پیور پراجکت و کمپانی اینا رو که ساختیم آماده است و ببینید که ایشون هم اوکی. بریم تو تماس با ما، بریم میخوام ایجکس بزنم و این هم باشه یه روز هم این رو فیلم بگیریم. این ایجکس هم افتار اما تو شاید این هم امروز رسیدیم بگیریم. خب میخوام ایجکس بزنم، این نامنامه خواهر ایمیل پیشنهادات اینا رو بریم دیتابیسش رو بسازیم. اگر بیاریم اینجا و در واقع باز کمپانی یکی دیکراس و نیو تی بی ال حالا بیاریم بزنش تی بی ال کانتکت، طرف بخواد بهتون در واقع مقدار بده، یه آیدی داره اینت نات نال اوتو اینکریمنت پرایمری کی، یه دونه فول نیم داره، ورکر دیگه حتی اکثر 100 تا و یه دونه هم در واقع ایمیل داره ورکر 100 و یه دونه هم در واقع کامنت دیگه حالا یه مقدار به نام کامنت ورکر 500 تا بیشتر نمیشه و اوکی اگزیکیوتش میکنیم توی یه کانتکت رو میزنیم تا برام بسازه. خب خواهد ساخت، چیزی سختی نخواهد بود توی یه کانتکت و ایشون به این شکل و این رو خواهیم بست. خب این تیم و اینا آها پورتفولیو اینا چی و شو تیم و کانفیگ، تو کانفیگ دیگه حواستون باید باشه که اینجا باید شروع کنیم به ساختن کانتکت. کانتکت 100% یه مقدار در واقع میکی کانتکت و ام میکی کانتکت. خب برسش که کانتکت رو در واقع از بیرون به ما بدن، درسته؟ در واقع بیان این مقدار رو به ما اینسرت بکنه. خب و ما نهایتا یه مقدار داریم که این رو نمایشش بده و تو مدیریت نمایشش بدیم، اینسرتش رو بیرون بخواد در واقع یوزر انجام بده و نهایت دیلیت بکنه دیگه، چون آپدیت نداره دیگه، در واقع در کامنت زده تو میخواد چیکار کنه، یا مثلا یه پیشنهاد بده، یه خبر میخواست یه کاری باید داشته باشه بگیره، مثلا اطلاعاتی به ازت بپرسه از این و ایمیلش رو داری، نهایتا میتونی در واقع شماره موبایل اینا رو بذاری که طرف مثلا در میزنه در واقع کامل یه چیزی داره به تماس بخواد بگیره، حالا ایمیلش رو داری شماره‌اش رو می‌گیری و میتونی باش تماس بگیری. حالا اینجا زیاد میتونی قرار بدی دیگه، من در حد همین سه تا قرار میدم و میخوام ایجکسش رو پیاده بکنم. خب چیکار باید بکنم؟ خب ما فانکشنش رو جلو جلو بنویسیم، insert contact. خب و دالر کان و connect database و mysqli query دالر کان رو بهش پاس بدی و insert into tbl contact و مقدار full name بود و ایمیل بود و کامنت اگه اشتما نکنم باز دقیقی آدم نیست و values و اینجا ست ورودی رو خواهی گرفت، دالر full name کانتکت و اینا همش رو هست، فول نیم ایمیل کامنت، فول نیم ایمیل کامنت، فول نیم ایمیل کامنت، درسته؟ اینا رو اگه شما رسید اینسرت نمیشه، حواستون باشه و بریم که فعلا بریم که بخواهم در واقع اینجا توی ادمینستریتور زمین ها جمعش بکنم شما باشه ادمین یه پوشه بسازیم اینجا توی ادمینه ببینیم برای سئو پارالاکس و تیم و اینا و اینجا یه پوشه میسازم به نام در واقع کانتکت و اینجا یه insert .php رو میزنم که برام بساز. خب درسته مثل خواهب بیا دیگه سخت نیست. خب اینجا مثلا این گالری insertش رو کپی میکنی، اینجا یه نکته ریزی داره بعدا بهت میگم، نکته ریز اگه خواستید استفاده بکنید.
چیه؟ خب فعلا تا به اینجا اینها رو داشته باشیم تا بهتون بگم چه اتفاقاتی میخواد بیفته. خب ما بریم تو صفحه در واقع پارشال کانتکت، این کانتکتمون رو تماس با مامون اگر دقت بکنید یک کلاسی داره به نام ایشون و در واقع فول نیم لیبلش بود این تکسته، این آیدی داره به نام فول نیم، درسته؟ یه نیم هم داره در واقع، یک کلاسی هم داره به نام نیم، ببخشید یه نیمی هم داره به نام فول نیم، یه آیدی هم داره به نام فول نیم، اینجا هم یه آیدی داره به نام ایمیل و اینجا هم یه آیدی خواهد داشت به نام کامنت. خب سه تا آیدی داره، من به این فرم هم یه آیدی خواهم داره. اگه شما باشید که میگید خب آقا این میخواد بزنه بیاد بره تو صفحه واقعا، بیاد بره تو ادمینستریتور، بیاد بره تو ادمینستریتور، بعد بره تو ادمین، بعد بره کانتاکت، بره اینسرتیتور، آره این برای حالتی هستش که شما در واقع میخواید صفحه رفرش بشه، برای میخواد اینجا در واقع صفحه رفرش بشه، من میخواد صفحه رفرش بشه، میخواد ایجکس رو هم کم کم باش آماده بشه. گرچه من یه دوره جداگانه برای ایجکس کامپل خواهم گذاشت، برای پی اچ پی، تو پی اچ پی میگم به چه صورت خیلی از چیزها رو در واقع در مد نظر دارم، هم PHP هم REST بود هم Web API، همه اینا رو میخوام براتون بگیرم دیگه، هم خود بحثای سطح دسترسی اینا رو درست میکنیم براتون، فیلم هاشو میذاریم MVC رو یه مدل جدیدش رو براتون در واقع میذاریم، شیعه گرایی که کامل دوباره فیلم از اول میگیریم براتون بررسی میکنیم، لارابل هم که میگیرم در واقع 6 رو دارم میگیرم، ارتقا میدم به 7، لارابل هم کلی مشکل داره، ویو جی اس، ریاکت، همین چیزایی هستش که جاوا رو از امروز برای بچه‌ها در واقع تو دانش قول دادم براش خواهم گذاشت، پایتون خواهیم گرفت کامل و خیلی از پکیجاش، حتما جنگو رو میگیرم براتون فیلم و بعدش به سمت هوش مصنوعی، البته الکترونیک من چون تخصصم اف جی بوده حتما رو هم میگیرم فیلماش، الکترونیک دیجیتال من تخصصم بوده، آنالوگ خیلی کم کار کردم، تو آنالوگ هم بلدیم ولی دیگه در حد نیست که بخوام در واقع بگم خیلی خوب بلدم، نه خیلی خوب بلد نیست. خب در حالی که کار خودم بتونم راه بندازم با سرچ اینا به درد اینکه بخوام آموزش بشیش بدیم به درد. خب بریم سراغ اینجا یه آیدی من بدم به نام مثلا کامنت، نه بریم کانتکت، بریم کانتکت میام بدم برای چی حالا میفهمید؟ اگه بهتون در واقع تو ذهنتون باشه من روی سابمیت اگه کلیک بکنم به یه صفحه میره دیگه، درسته؟ الان که بهش صفحه نخواهد رفت چون مسئله چی مشخص نکردم به خودم صفحه بره، ولی ما در واقع میتونیم از jQuery و ajax استفاده بکنیم و این فرم رو مدیریت بکنیم. خب من اگه بریم تو فوتر، نه این فوتر، این فوتر که توش در واقع میبینی هم jQuery هست هم jQuery لایت باکس از این هم میام اینجا و یه کامنتی میذارم به نام ajax. خب و برمیگردم میگم script و میام اینجا برمیگردم میگم alert، اون میگه alert اینا رو که بلد یه این سیگنال چه سخت نیست و یه تست توش مینویسم و میام اینجا یه فنج میذارم و اومدش داشت. خب حالا برمیگردم میگم jQuery، دیگه jQuery بلده، اگه بلده سید فیلم هم رو دارم لینک میدم ولی تو یوتیوب هست میتونید ببینم، میگم jQuery برو هرچی مقدار هستش که اسمش کانتکته، مگه تو این کانتکت اسم این فرم آیدیش کانتکت نبود؟ نشش. خب من میخوام وقتی روش سابمیت کردم خب یه فانکشن اینجا درست بشه، برگردم میخوام بسیار کود بنویسم، میگم alert کن و مثلا من میگردم یه اوکی و یه رفرش، الان بزنم روی این میبینید در واقع تحصیل میزشت. خب پس من تونستم فعلا به این شکل بیادش بکنم. خب یه متغیر دالر ای به این میدم که این رفرش نشه، ببینید چه اتفاق بعدی میفته، این روی که میزنم اوکی میزنم رفرش میشه صفحه، میخوام رفرش نشه، میام اینجا یه متغیر ای بهش میدم و برمیگردم میگم که e.prevent default. خب در واقع دارم میگم ورودی، دو وقتی دارید این ای ورودیه، دارم میگم وقتی رود سابمیت شد اون حالت قبلی خودت بمون، F5 میزنم و اوکی که میزنم میبینید که آها ببخش مثلا alert رو
نذاشتم نذاشت کردم از از آنها کردم نها کنه الان اوکی که میزنم تست میبینید دیگه نرفت بالا در واقع بیاد رفرش بشه پس دوباره نها کن الان کلیپ رو میزنم همینطور دوباره میزنم همیشه حالا پس این ای پی رو بند دیفالت رو من گذاشتم برای اینکه صفحه در واقع رفرش نشه خب بریم تک تک ولیوهای این رو بگیریم بریم تو فیلم بعدی من در واقع ایجکس رو آسته آسته بگیم پس خاصیت فرم به این شکل شما میتونید حالا فرم سرچ تکست هر چیزی که میتونه در واقع حالت ایجکس پیدا بکنه شما میتونید در واقع خاصیتش رو استفاده بکنید من اومدم یه آیدی دادم به این و گفتم ببین خب من میدونم فرم یه مقداری داره به نام سابمیت خب من از سابمیتش استفاده کردم حالا گفتم جی کوئری وقتی سابمیت شدی وقتی رو در واقع کسی کلیک کرد سابمیت شدی بیا اتفاقی افتاد که ای پی رو به دیفالتش هم اومد این بررسی کرد بریم فیلم بعدی